سلام خوش اومدید به کلاس درس من اون اطلاعات اصلی که ما از ویدیو قبل لازم داریم برای ادامه این ویدیو و تحلیلمون در مورد حرکت پرتابی رو اینجا آوردم با هم دیدیم که حرکت پرتابی یک حرکتیه که شما با یک سرعت اولیه و یک زاویه اولیه یک جسم رو در این مثال یک پرنده خشمگین رو پرت میکنید و بعد از اون جسم رها هست و در نتیجه شما دیگه روی اون هیچ کنترلی ندارید و تنها نیرویی که بهش وارد میشد نیروی گرانش زمین بود که اون رو داشت با شتاب منفی جه یا در حقیقت با شتاب ج به طرف پایین به سمت زمین هدایت میکرد و در راستای محور ایکس ها هیچ شتابی ما نداشتیم و دیدیم که در نتیجه معادله سرعت حرکت پرتابی از این دو عبارت به دست می اومد چون در راستای محور ایکس ها ما هیچ شتابی نداشتیم در نتیجه سرعت در راستای محور ایکس ها برابر با سرعت اولیه در راستای محور ایکس ها باقی میموند همیشه که اون هست و صفر کسینوس آلفا و از طرف دیگه سرعت در راستای محور وای ها از معادله حرکت با شتاب ثابت یک بعدی به دست می اومد در حقیقت ما اومدیم حرکت رو تجزیه کردیم به دو بعد x و y و اونها رو کاملا جداگانه شروع کردیم تحلیل کردن در این ویدیو حالا من میخوام معادله حرکت سرعت پرتابی رو به دست بیارم و مطمئنم که این هم برای شما خیلی راحت هست چون شما ویدئوی حرکت با شتاب ثابت یک بعدی رو حتما دیدید که در مجموع ویدئوهای قبلی بود و در نتیجه این براتون خیلی ثابت هست با این همه ده هست با این همه میتونیم خیلی راحت ما الان این کار رو بکنیم و این رو به دست بیاریم وقتی که سرعت ثابت هست یعنی وی ایکس برابر هست با و سفر کسینوس من نتیجه میگیرم که مکان من یعنی ایکس به صورت تابعی از زمان برابر هست با و سفر کسینوس یعنی اون سرعتی که دارم در راستای محور ایکس هم حرکت میکنم ضرب در تی خب این معادله حرکت با سرعت ثابت بود از طرف دیگه من از اطلاعاتی که از حرکت با شتاب ثابت در فضای یک بعدی میدونستم میدونستم که x t در حرکت با شتاب ثابت برابر هست با یک دوم a t دو a شتاب هست به علاوه V0 t به علاوه x 0 این معادله رو اونجا با هم استخراج کردیم اگر من این معادله رو در حرکت یک بعدی خودم در راستای محور y ها استفاده بکنم نتیجه میگیرم که وی وای ببخشید وای تی یعنی جابجای من در راستای محور وای ها در هر لحظه از زمان برابر میشه با یک دوم منفی ج ضرب توان دو به علاوه و صف در راستای محور وای ها یعنی و صفر سینوس آلفا ضرب در تی به علاوه ایکس صفر که خب من فرض میکنم ایکس صفرم یعنی وای صفرم در حقیقت صفر هست و من از مبدا مختصات همیشه حرکت پرتابیم رو آغاز میکنم اما به هر حال شما میتونید یک وای هم اینجا بذارید که معادلتون کامل بشه خب بنابراین گردتون باشه که من این دو معادله رو در این جلسه به دست نیاوردم من فقط معادلاتی که در مورد حرکت با سرعت ثابت یعنی این بالایی و حرکت با شتاب ثابت یعنی این پایینی در یک بود در مجموعه ویدیوهای قبلی داشتم رو اینجا اعمال کردم چون حرکت دو بعدیم رو اومدم تجزیه کردم به دو حرکت یک بعدی مجزا بنابراین بردار مکان جسم من در هر لحظه از زمان در حرکت پرتابی مساوی میشه با x t i به علاوه y j یا بردار یکی محور y ها که XT و y از این معادله که این بالا میبینین به دست میان پس بذارید من دوباره دور این خط بکشم بنابراین من تونستم الان بردار مکان یا در حقیقت اطلاعات کامل مکانم رو در هر لحظه از زمان در یک حرکت پرتابی به دست بیارم شما دیگه اگه الان زمان رو به من بدید کافی است که من بگم جسم شما الان دقیقا در کدوم نقطه قرار داره و حالا میتونیم بریم یه دو تا اطلاعات خیلی جالب رو در مورد حرکت پرتابی به دست بیاریم. اول یک تعریف. من به این مسیری که این پرتابه من طی میکنه تا برسه به اینجا به این فاصله یعنی فاصله این ابتدا تا این انتها میگم برد. خب پس این فاصله این مجموعه رو من بهش میگم برد پرتابه یا برد حرکت پرتابی و با آر نشون میدم اینکه چقدر اون پرتابه من یا اون جسمی که من پرت میکنم میره جلو رو بهش میگم برد به این هم که میگفتم نقطه اوج حالا من میخوام به این سوال جواب بدم چقدر طول میکشه که این پرنده خشمگین من برسه به نقطه اوج خودش خب پس میخوایم زمان لازم برای رسیدن به نقطه اوج رو به دست بیاریم خب چی کار بکنیم برای به دست آوردن این زمان من پیشنهاد میکنم بریم سراغ این اطلاعاتی که در مورد نقطه اوج داریم ما در مورد نقطه اوج چی میدونیم ما در مورد نقطه اوج میدونیم که سرعت در نقطه اوج تماما در راستای محور x ها هست و در حقیقت افقی هست بردار سرعت و من در راستای محور y ها هیچ سرعتی ندارم در نتیجه در نقطه اوج اطلاعاتی که من دارم اینه که v y در نقطه اوج مثلا می v y مساوی هست با صفر من از این چه نتیجه میگیرم؟ نتیجه میگیرم که اگر در این معادله ای که من اینجا دارم وی وای تی رو بذارم صفر در حقیقت دارم نقطه اوج رو تحلیل میکنم بنابراین من میگم صفر یعنی نقطه ای که سرعت در راسته محور وای ها میشه صفر مساوی هست با منفی ج ت به علاوه و صفر سینوس آلفا از این نتیجه میگیرم که تی مساوی هست با و صفر سینوس آلفا تقسیم بر ژ. در نتیجه این میشه زمانی که طول میکشه که سرعت در راستای محور وای ها صفر بشه چون سرعت در راستای محور وایها ها در این نیمه اول مسیر دائم در حال کم شدنه و جایی که سرعت در راستای محور وای ها صفر میشه همون نقطه اوج من هست خب حالا که من این اطلاعات زمان رسیدن به نقطه اوج رو دارم میتونم یک اطلاعات جالب دیگه در مورد نقطه اوج به دست بیارم و اون هم اینه که ارتفاع نقطه اوج اصلا چقدر است من اسمش رو میذارم h و بهش میگم ارتفاع اوج من میتونم این ارتفاع اوج رو به دست بیارم چجوری جوری به دست بیارم بذارید من این قسمت رو یه ذره تمیز بکنم که بتونیم با هم دیگه بنویسیم بذارید اصلا این رو هم پاک بکنم خب من میدونم که زمانی که طول میکشه من برسم به نقطه اوج چی هست و از طرف دیگه من یک معادله دارم برای معادله حرکت محور وای ها و من میدونم که وای تی مساوی هست با این رابطه در حقیقت وای تی رو در هر لحظه از زمان میدونم پس اگر به جای تی در این معادله من این تی رو بذارم من دقیقا میتونم بگم که ارتفاع نقطه اوج چقدر هست چون این تی تی نقطه اوج هست بنابراین ارتفاع نقطه اوج یا اچ مساوی میشه با منفی یک دوم ج و صرف سینوس آلفا تقسیم بر ج به توان دو و علاوه و صفر سینوس آلفا ضرب در تی که اون هم هست و صفر سینوس آلفا تقسیم بر جه و علاوه وای صفر که من فرض کردم صفر هست از این من نتیجه میگیرم که اچ مساوی میشه با بذارید حساب بکنیم اینجا میشه و صفر دو سینوس دو آلفا تقسیم بر دو ج این هم میشه و صفر دو سینوس دوی آلفا تقسیم بر ج این مساوی میشه با و صفر دو سینوس دوی آلفا تقسیم بر دو ج و این به من ارتفاع اوج یک پرتابه رو میده یعنی شما به من سرعت اولیه رو بده زاویه اولیه رو بده من به تو ارتفاع اوج زمان رسیدن به اوج و همه اطلاعات پرتابه رو خواهم داد خب من میخواستم در مورد این برد پرتابه و معادله مسیر حرکت پرتابه ما هنوز معادله مسیر رو به دست نیاوردیم و فقط اطلاعات رو در دو بوده مجزا به صورت کامل تحلیل کردیم میخواستم در مورد اونها هم صحبت بکنم اما فکر میکنم اونها یک مقداری طولانی هستن و در نتیجه این ویدیو رو دیگه خیلی طولانی میکنن پس بذارید همینجا خدافزی کنم در ویدیو بعد در مورد, مورد معادله مسیر و برد پرتابه با هم صحبت خواهیم کرد خیلی خیلی جذاب خواهد بود اون موضوع فعلا خدافظ